صبح شادی خانم، مهمون امشب نگم برات. واقعا لازم فکر نمیکنم به معرفی باشه، ولی بگو شما بگو. من فقط یه چیز دارم برای گفتن. استاد همه ما که اینجا هستیم، به خصوص ما که کارمون از این کار است، هادی خرسندی. نظیر بود من نیام. چرا؟ برای که نشونی هایی که داد به من نمیخورد. یه استاد مستاد یه گشتم بگم پشت این دیوار کجا قایم شد. بیا بگم اونجا نیستش بند خدا، نمیدونم الان در رفت منو دید فرار کرد، نمیدونم. ببخشید، خیلی خوش اومدید. من به جایش اومدم قربونت برم. من بهتر از اونایی هستی که من تعریف کردم. یعنی اگه اونی که اون پشت بود در رفته، اینی که اومده به نظر من از اونایی که من گفتم خیلی بهتره. دیگه جواب ندارم دیگه. کم آورده. چه کلاه باحالیه این. چیه داستان ایران ماست؟ آره دیگه، این معروف ترین شعر من همون بچه ها این نقشه جغرافیا است، بچه ها این قسمت آسیا است، شکل گربه در اینجا آشناست، چشم این گربه به دنبال شماست، بچه ها این گربه ایران ماست. این الان کلا بعد چقدر با حاله کلا تو؟ خیلی خوشگل. اینو به خاطر همین برام ساختن. آه پس نمیشه گرفت. میشه گرفت ولی برای من بد میشه، چون دکتر گفته که کلا تو بر ندار. بر ندار. چرا؟ کلا دوای کچلیه. ای بابا. ما که این دیسکای تابناک شما رو داریم میبینیم. به نظر نمیاد که شما از اون مشکل. نه. این اینا به کلاه وصله جز. ولی خب سینا اشکال نداره، این کلاه رو به شما نمیدن، ولی انقدر هدیه برای تو بردن. بله بله. نه دو جلد کتاب آورده میشه برای برای من هم آوردین؟ برای شادی هم آوردین؟ نمیدونستم نباید بیارم. ببخشید برمیگردم. همه رو بعد واسه من بیاریم، من خودم تقسیم میکردم اینجا. حالا دیگه گفتن دیگه، دیگه گفتن حالا باش دیگه. مجبوری بدید رو... مجبوری کتاب منم. من ترسیدم اگه یه دونه بیارم شما وسط جرش بدین تقسیم کنم. دیگه هدیه پیشکش چشروشنی ناقابل یا باقابل آوردم، فرق هم کنه. یک دونه شعره. خب بریم پس. تازه سرودم. به به. راجب زنان ما در ورزشگاه ها و استادیوم که راشون نمیدن. بله. دختری وارد به ورزشگاه شد. دختری وارد به ورزشگاه شد. شیخی از این ماجرا آگاه شد. هستی؟ بله. دختری وارد به ورزشگاه شد، شیخی از این ماجرا آگاه شد، جانب تهران روان گشتی ز قم، بین مردان رفت در استادیوم. دخترک با ریشبند و با کلاه، پشت مردان بود آنجا در پناه. زد هوان آن شیخ که هستی کجا؟ با چه جرأت کرده ای این ماجرا؟ از کجایی؟ کیستی؟ نام تو چیست؟ دخترک بابای دیوس تو کیست؟ آمد از پشت جماعت این صدا که پدر بابای دیوسم شما. این منم آسی شده فرزند تو، کردم خود را رها از بند تو. خواستی بدجور محصورم کنی، از میان مردمان دورم کنی. خانه زندان بود و من زندانیت، حبس در بیرحمی و نادانیت. گر که مردی کرد از کوچه عبور، تو مرا میخواستی با چشم کور. گفته بودی گر که باشم یار کس، از من و از یار من گیری نفس. موی من گر شد برون از روسری، از جنابت پوش بود و تو سری. من شکستم آن قفس را ای پدر، دور محکومیتم آمد به سر. آمدم از قم به اینجا روز پیش، تا هواداری کنم از تیم خیش. بر سر خود کوفت آن شیخ آن
پدر تیم هم داری تو، پس خاکم به سر. دختری تنها میان جمع مرد، هیچ دختر یک چنین خبطی نکرد. گفت دختر ای پدر کم گو سخن، بویفرندم هست اینجا پیش من. شیخ روی کول خود بگذاشت دم، پس پسک برگشت تا اعماق قم. تقدیم به بانوان میهنم، دختران میهنم از طرف همه شما. خیلیتون برم. کتاباشون هم برای ما آوردم، اون کتابایی که شادی جان میخواست برداره ببره. این قابل نداره، ولی من بیشتر برای تبلیغش آوردم. بسیار کار. کدومش رو تبلیغ کنیم بیشتر؟ بگیم همون رو تبلیغ کنیم. آره این تفریح المسائل خوب چیزیه، خوب چیزیه. آره زبونم بند اومد. توضیح مسائل، توضیح المسائل آیت الله خمینی رو برداشتم، با شعر این رو بازگو کردم و تعبیر و تفسیر کردم و نمیشم هیچیشو تقریبا تو تلویزیون خواند. و این یکی، این اومده اینجا. سلام علیکم. این دوربین ما، این بعضی وقتا این مثل تو سرمون نخوره. آره این حرکات محیرالعقولی انجام میده. این کتاب رو، این یادداشت علم، یادداشت مشکوک علم هستش که چرا مشکوک؟ برای که خود آقای اسدالله علم وزیر محمد رضا شاه خاطراتشون رو نوشتن، منو به سبک اون خاطرات نوعی مشکوکش رو نوشتیم. اینم یادداشت های مشکوک علم، که این رو هم، این قابل خوندن نیست اینم تو تلویزیون؟ چرا؟ این نه چرا؟ بستگی داره که تماشاگرها از دور باشن بعضی‌هاشون. آها خیر. فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. پس این کتاب هم تهیه بکنید و بخونید که این نتیجهش رستگاری نیست، ولی چرا؟ چرا؟ ناشرش رستگار میشه. آها خب ناشرش رستگار. آره این تو ایام کرونا شما بیشتر خونه میموندین، جایی رفتین، چیکار کردین؟ تغییری، تحولی صورت گرفت؟ مهمترین کاری که من توی این دوره کرونا کردم، سعی کردم کرونا نگیرم. خیلی خیلی کار مهمی بود. یعنی تا اینجا بعد دیگه گفتن سویه دومش اومده، بعد با سویه دومش هم سعی کردیم که نگیریم. اجالتا هنوز نگرفتیم. روابطمون هم دیگه واتساپی شد و بچه همونو دیگه اینجوری چارگوش میبینیم و نواهامون اینوری میبینیم. بعد وقتا اینجوری میکنیم بزرگ میشن. ماشالله نوه من اینقدر بوده اینقدر شده. یه سر بریم اتاق فرمان، برمیگریم دوباره در خدمت شما هستیم. خیلی لطف کردین اومدین. خواهش. من شما چطور شد رفتین تو استنداپ؟ شما همیشه می نوشتین. چی شد؟ پرویز صیاد، صیاد بزرگ ستاره ها، یه موقع لقب یکی دیگه بود، لقب آقای حجازی بود که کابل شکوفه نو رو داشت، گفتن آقای حجازی. پرویز صیاد، من با صمدش دور دنیا ما گشتیم دیگه، تمام کشورها غیر از ایران البته. چه استودیوهای کج گوله، درست حسابی، بزرگ. بعضی وقتا تو کلیسا من دیگه از عیسی مسیح خجالت میکشیدم. بدگویی هم میکردیم از هر چی دین و مذهب. خب این چیز ماست دیگه، باعث خجالت شده بود. آره و نمیدونم اون دنیا بخواین با ما چیکار کنن دیگه. به همین دلیل دو تا تصمیم گرفتم، یکی که نمیرم تا حد امکان، یکی به اون دنیا اعتقاد نداشته باشم. اصلا از یک مدتی دیگه به هیچ چیزی جز همین به انسان و آدمیزاد اعتقاد ندارم. حالا دیگه نمیدونم، شایدم یه وقت اون دنیا راست باشه، به ما بگن این دریوری ها بود. چی بود تو میگفتی؟ وقت اونجا دیگه، اونجا دیگه نه، میگم منو دوباره بفرستیم به دنیا، تولد دیگر مثل فروغ فرخزاد، جبران کنم. فروغ به همون چیز دیگه بود دیگه، اپوزیشن به اپوزیسیون فروغ نه کف نزنی چاخان میگه
اپوزیسیون ما اسلحه نمیگه، اینا فقط اعلامیه میدن و بیانیه میدن و چلو کباب میخورن و فوش خار مادر میدن به هم. خب برنامه هایی که برای آینده دارین میخواین همچنان؟ ما دیگه من دورای سه دورم با پرویز صیاد که تموم شد، استنداپ کمدی هم که من گذاشتم کنار تمام کردم، نوبت جوانهای رعنایی مثل شما و دیگرانه و دختر شما که مهمون برنامه ما بود، شاپرک اولت موفقه، من هم همینجوری شکست خورده ناکام فریب خورده اقفال شده رها شده. این چیزه با مزه هم داشتم البته اون موقع، من اونا رو فکر کردم از من بخواد تعریف کنم. خب بگید، همه رو بگید. مثلا یکی از چیزایی که بود، آقا این ایرانی ها، ما ایرانی ها در این زیار خارج به جای اینکه بیشتر به هم نزدیک بشیم، سعی میکنیم یه جا همدیگر رو میبینیم به روی هم دیگه نیاریم. ما ایرانی هستیم، شما تو این فروشگاهایی که میرید مانکناتی میبینید واسطدن اینجا اونا، اگه یه وقت هم داری میبینید دو تا مانکن ایستادن که قیافشون به نظر شما اینجور آشناس، اینا مانکن نیستن، اینا دو تا ایرانی دیگه اونجا واسطدن که شما رو دیدن خفقون مرغ دورکیم گرفتن میخوان شما برید رچی که بعد دوباره با هم حرف بزنن. معمولا راجع به شما حرف میزنن. ما رفتیم دیگه این فروشگاه مارتن اسپنسر بود، چه مسافر از ایران اومده بود، داشتیم حرف میزدیم و اینا، پشت در یکی از این اتاقهای پروف یه خانم محترمی ایستاده بود، چند تا شلوار مردانه هم رو دستش، بعد تا صدای ما رو شنید علای پرده کسی که اون تو بود گفت سرهنگ نه یا بیرون، اینجا ایرانی هست. یه جوری گفت سرهنگ نه یا بیرون، انگار کودتا شده باشه. و من نمیدونم تو این گرمای تابستون چه مدتی این سرهنگ بدبخت اون تو نگه داشته بود که دیگه صدای سرهنگ در اومد، خانوم ایرانی باشه، من خفه شدم این تو، من که نمیخوام خون بره نبیام بیرون. بعد یه چیز دیگر هم یادش کرده بودم، اینجا این ایرانی هایی که انگلیسی حرف میزنن، از تو ایران هم حرف میزنن، اصلا یه کلمه هایی اومده که دیگه نمیشه اصلا فارسیش نمیدونیم چیه، این تو زبان اومدی مثلا آقا اینا دمه در کنترلشون کن، کنترل اصلا ما نداشتیم. اینا که خیلی عادیه، ولی بعضی ها اینا اینجا یه چیزای جورایی حرف میزنن که یه آقای تو هواپیما واقعا به من گفت که آقای خورسندی من میرفتم آمریکا، شما تو این برنامات بگو که ما ایرانیایی که در خارج هستیم کالچرمون داره از دست میره. کالچرمون چون شادی از طرف بیننده ها میگه فرهنگ، کالچرمون از دست میره. گفتم آره، حالا کالچر هیچی، لنگویج رو بگو. و عیب نداره که آدم انگلیسی هم حرف بزنه، ولی عیب داره که آدم زبون خودش رو سلاخی کنه در حالی که اینا هم که انگلیسی میندازن اونقدر انگلیسی خوب نیست، همین چهار کلمه رو بلدن. اون روز میگفتش که یه خانمی داشت برای یه انگلیسی تعریف یه چیز رو تو ایران، نه همینجوری همینجوری میگفت، به انگلیسی هم داشت میگفت، بعد یه جا موند بقیه توصیف که داشت میده از شوهرش بود، مسعود اینترستینگ به انگلیسی چی میشه؟ محسود گفت اون خودش همون انگلیسیه. این انقدر این ما اصلا اینترستینگ رو باید جالب بود. همین نکته، یه نفر رو ما چند وقت پیش، حالا چند وقت پیش مثلا منظورم چند سال پیشه، اومده بود به ما داشت میگفتش که شواف کلمه فارسیه، شواف کلمه فارسیه، گفتم خب صرفش کن شواف مواف توف. این اتفاقا افتاده، نه اینکه حالا همه ایرانیان خارج از کشور یا داخل چنینن،
ولی این استثناها رو سعی کنیم که رو قاعده بیاریم و اینقدر پرت و پلا نباشه. بعد داشتم فکر میکردم که جوک های ما هم همزمان با این انقلاب همینطوری رفت جلو. البته فکر میکردم که جوک اول انقلاب یه جور دیگه بود، بعد امروز یه جور دیگه شده. که فرقی داره مثلا؟ مثلا اول انقلاب مثلا حکومت نظامی بود، بعد تو شمال شهر ساعت 6 بعد از ظهر یه سرباز زد تقیق کشت. گفتن آقا حکومت نظامی از ساعت 8 از ساعت 6 تو چرا اینو کشتی؟ گفت من اینو میشستم خونهشان قلمرغی تا ده هم نمیرسن. حالا که برای خدافظی یه مقدارم خندیدیم، من یه رباعی دارم هم برای ایران میخونم، برای همه دوستانمون آشنایانمون در ایران و برای خیلی از عزیزانمون که به هر حال یه جوری از دسترس ما خارج شدن، دلمون تنگ شده. میگه بی تو نه امور این جهان لنگ شده، نه بین زمین و آسمان جنگ شده، نه کوه شده آب و نه دریا شده خشک، اما دل من برای تو تنگ شد. میشه یه خواهش کنم؟ میشه؟ بله دوستان، یه تیکه رقص برای بله این وقت ساخت و پاخت قبلی هم نیست. حضرت شادی باید همراهی کنید دیگه. من باش شادی تنهایی که من نمیتونم دیگه. تشویقتون چه آهنگی میخواین؟ اونا تصمیم بگیرن دیگه، خودشون تصمیم بگیرن. بزنیم و به کوبی ها شب شب عشق خوشونه کنم دیگه. شب تماشاگران از من دارین ها. دمتون گرم. هادی خرسندی ممنونم. خیلی لطف کردین، خیلی خوش گذشت، خیلی محبت کردین. اما امشب ما کارمون به این سادگی ها تموم نمیشه. استاد مهمون برنامه بود به کنار، اما ما یکی از هنرمندهای خیلی خوب و جوان رو هم داریم که امشب برای ما قطعه بسیار زیبایی رو اجرا کرده، مهران رخشنده. جذابی و میترسم به تنهایی خیانت شد، میخواستم بی خیالت شم ولی انگار بد آوردم، یه لحظه شالت افتاد و به گندم زار برخوردم، نگاهم کردی و انگار واسم دریا حسنت چشمات چقدر از تشنگی مردم،
اگه آواز بودی که به غیر از من کسی نشنید، تو رو هر لحظه باید خوند، تو رو هر لحظه باید دید. علاقم بیشتر میشه، تو میرخصی و این آهنگ باهات خوشیدتر میشه. دل یه شهر رو خون کردی، بیا حرفامو باور کن، دارم واسه خودت میگم، لبندی ها تو کم تر کن. سم دریا رو آوردن، بگو تو حسرت چشمات چقدر از تشنگی مردن. تو یه آواز بودی که به غیر از من کسی نشنید،